سلامی دوباره به شما بینندگان عزیز، نظارگر برنامه تاک شو از شبکه خانوادگی تلویزیون ایران ITN هستید. مهمان بسیار گرامی این هفته تاک شو آقای فرید زولان، آهنگساز نامی کشورمون هستن. مجددا به شما سلام میدم آقای فرید زولان، تشکر از حضور. دوباره خود معرفی کنیم چیکار کنیم؟ نه سلام دوباره به شما. تاک شو یعنی برنامه گفتگو دیگه. تاک شو برنامه. بله شما خیلی شیکین دیگه گفتگو. خیلی خوب. عرض کنم حضورتون آقای فرید زولان، 40 سال در امریکا حضور دارید. 40 سال. چرا جای تو رو تنگ کردم اگه چی؟ نه میخوام بگم که در طی این 40 سالی که شما حضور دارید، در طی این 40 سالی که فعالیت هنری دارید، در طی این 40 سالی که شاهد صحنه هنری کشور ما هستید، در حالا به قول شما این برابر نداره، من الان دارم میگم در طی این 40 سالی که در خارج از حضور داشتید، چه مواقعی در چه سالهایی ما قوس سعودی داشتیم و چه سالهایی ما قوس نزولی داشتیم و در جا زدیم؟ این احساس شخصی منه. بله بله. که دارم میگم اصلا چیز که هستش و اتفاقش افتاده. اول اینکه تمام هنرمندانی که از ایران به لجبار اومدن به تبعید برای خاطر غیبت آزادی در مملکت خودشون و در اینجا مقیم شدن، در اروپا مقیم شدن، در همه جا، اینا کسایی بودن که واقعا زحمت کشیدن برای زبان فارسی، برای اینکه اون سنت‌های ایرانی رو حفظ بکنند. با موسیقی همه چی میاد. بله. عید باش میاد، نمیدونم خوشحالی مردم تأمین میشه، از این که مردم راهنمایی بشن تأمین میشه، از این که مردم به مملکتشون به بیشتر فکر بکنن. بله. تأمین میشه. اینا تمام چیزاییست که در این بار از زمان تمام دوستان همکار من، چی که اونا اجتماعی خوندن، چی اونایی که عاشقانه خوندن، چی اونایی که شاد خوندن. بله. که هر کدام یک وظیفه داشته و این وظیفه رو به خوبی انجام دادن. و امروز اگر میبینی که یک بچه ایرانی از 40 سال گذشته تا امروز شده 40 ساله و 35 ساله و 25 ساله و حالا کمتر و کمتر هرچی شده، تنها چیزی که به فرهنگ مملکتش وصلش کرده موسیقی بوده. درست. بعدش دیگه رفتن دنبال این، چون جوانی که متولد میشه میاد به دنیا میخواد بدونه در فرهنگ چه خبره و چهار تا مثلا این زرق و برق و اینا رو ببینینا. اما این گذشته گذشته بر میگرده به اون فرهنگ غنی خود ایران، مثلا افغانستان، تاجیکستان که اینا همش خدمات تاریخی دارن، چه از نظر شعرا، چه از نظر هنر، چه از نظر مثلا شما تخت جمشید رو شما فقط نگاه کن، مثلا حافظ، اینا تمامی چیز هست که اینا وصل میشن به اون وجود، اون کالچر و چیز. نه منظور من این که ما در چه زمانه قوس سعودی داشته این آره این وظیفه که انجام دادن. اما در مقابلش من اینه میخواستم بگم که این وظیفه خطیره که انجام دادن با تمام مرارتهایی که داشته، مخصوصا کسایی که نه این که من خودم آهنگ سازم، اینه آهنگ سازها و ترانه‌سرها و تنظیم کننده ها و تا نوازنده ها خیلی زیادتر، خواننده که خب بالاخره میره برنامه داره و بساط زندگیش رو درست میکنه، بالاخره مال اینا خیلی زحمت بیشتر کشیدن. بله. یعنی کشیدیم به اصطلاح، چه همکارام، چه خودم، چه دیگران. این چیزی که هستش اینجا اینه که یک وظیفه که مردم در مقابل ما، در اینجا نه فرهنگ هنر داریم، نه کسی ما رو حمایت میکنه، نه کسی انجام میده. شما فکرشو بکن هیچ جامعه در آمریکا که میدونیم که 1072 جام از ممالک دنیا آمدن اینجا، پناهنده شدن اینجا، بودن کالچر خودشون رو دارن بسا، اما خودشون برای خودشون یک منبع درست کردن که این کالچرشون رو زنده نگه دارن. و حکومت آمریکا بهشون کمک میکنه. از چی رای؟ مثلا میگه آقای سپیروان شما پزشکی، یک پزشک ایرانی هستی، میگه بله، تاجر ایرانی هستی، بله، شما یک آدم متمول ایرانی تاجر هستی، بله،
میگم من به تو اجازه میدم که هر چی که دلت میخواد برای کلچر مملکتت خرج کن. اما بیا تکس رای داف بکن. بله. یعنی چی؟ اگر تو 100 دلار در میاری، 30 دلار شما مثلا باید از بدی برای تکست. این 30 دلار شما میتونی برای فرهنگ مملکتت خرج کنی. اما یک نفر ایرانی این کارو نمیکنه. بعضی اونقدر پرسیدم، از یکیش پرسیدم، گفتم آقا من خصوصی بگو این چیه داستان؟ گفت اکثرا میخوایم تکس کم بدیم ندیم این و اون. بعضی ما نمیخوایم بدونن که ما چقدر پول در میاریم. وقتی یارو بیاد 300 هزار رو خرج کنه میگن آها این 1,000,000 در آورده که 300 چی میخواد خرج کنه. البته کسی از کسی حساب نگرفته. پس من وقتی میرم در کمیونیتی ویتنامیا دعوت شدم، اینم سالون دارن 7,000 نفر، 3,000 نفر، 1,000 نفر سالون برای تئاتر، 300 نفره ارکستر، چند تا استودیو میزنن نوازنده اینا که اصلا این اصلا خودشون جا اصلا من فکر کردم که این چیزه تو هالیووده، تو هالیووده تو اینجا، دیدم نه اینا خودشون سالونشون تو اینجا را پرسیدم کیه، گفت تمام کسایی که اینجا تکس میدن و تکس های داف میکنه اینا درست کردن که هنرمندای ما اینجا کار بکنن، اینجا چیکارن با فرهنگ ما رو تقویت کنن. در برای ما جماعت هیچ گونه، حتی که قبلا نا میگفتن آقا سی دی میاد 12 دلار 14 دلار کی بخره به خاطر یک دونه آهنگ، حالا رفتن تو آیتون گذاشتن 99 سنت آهنگ خوشش میاد 99 سنت تا میره کپی میکنه 99 سنت فرق نمیکنن. بعد شما ببین آقای زلان این ویدیویتون خوب نبود، اینه که شما پخش کردین اینا، آقای زلان این خواننده مثلا آره شما اینو نگرید چرا به اون نمیدین، آقا خیلی کم کار شدی آقا پدرت آباد، آقا تو چی فکر میکنی؟ شما فکر میکنی مثال بزنمتون، بزنم تر خود ایران شنیدم آقای مرجو یکی از کارگردانان بله. بسیار به نام بله. اون مملکته آهنگ چیزه آهنگ میگم فیلم ساخته به نام ساختن به نام سنتوری مثل که بله. که خیلی هم به ایشون خونه و زندگیش فروخته رفته این فیلم رو تهیه کرده، یک روزه زدن کپی و قربان تو خداحافظ، آقا نشسته تو کنج خونش نه کار میکنه نه چیزی، آدم والا خبر موثق ندارم اما مطمئنم که یک ستبک یک سال دو ساله کرده که بشینه تو خونش ببینه که آخه چی بلای سرش اومد. اینه شما که موسیقی گوش میدین، شما که طلبکار میشین، شما یک 99 سنت برای آهنگی که دوست داری نه آهنگ من ها. آهنگی که میگی بابا عجب آهنگ قشنگه، اینه 99 سنت بدی بخر. من آهنگ میدم، آهنگ من 30 میلیون تو یوتیوب نگاه میکنن، لایک میزنن. درست. یک دلار برام نمیاد. این در این مملکت جرمه. با. شما میدونی که در اینجا طرف رفتن تو خونهش دستگیر کردن که یارو کپی میکرد. بله. 250,000 دلار در جا، 6 ماه زندان. حالا سوای از این که متاسفانه این حمایت نمیشه از جامعه ما، شما بفرمایید که شرایط خوانندگانمون حالا در مورد واقعا در طی این 40 سال در چه شرایطی ما قرار گرفتیم؟ پیشرفت کردیم، درجا زدیم، نزول داشتیم، صعود داشتیم. حتما وقتی کاری که تو کم تولید میشه، تولید نمیشه، معنی که پسرفت کردیم. یعنی پسرفت کردیم. پسرفت. وقتی کار ما تولید نمیکنیم چی پیشرفت؟ حالا اگر نگاهی شما به چشم اندازی داشته باشین به عزیزان ما در داخل کشور، اونجا رو چه ببین از من اونجا یک شرایط مخصوص با قوانین بدجور و واسطه و واسطه بازی و نمیدونم دیگر طرف آمده از ترانه حافظم شورای شعرشون گفته این شعر خوب نیست ببر شاعر شو عوض کنه، گفت آقا مرده آقای حافظ رفته از این دنیا، شما اصلا داستان اینا اون مسائل شخصیه، مسائل اینا تمام بسیار آهنگسازهای خوب، بسیار تنظیم کننده های خوب، نوازنده بسیار خوب، ترانه سرا اکثرا از این ور برمی دارن، بعضی ها چند تا جسته گریخته هستن. شما از ترانه سرا استفاده کردید؟ از کجام؟ از ایران؟ از ایران. با من یه جوانی به نام سمیعی که خیرم ترانه خوب میگفت که اومد خارج از ایران، من از اونجا دیگه شروع کردم باش کار کردن. البته در ایران از ایران هم بر من کار فرستاده بود اینا بله. اما اینجا یه مقدار بیشتر باش کار کردم اینا. هنوزم اگر در ایران ترانه خوب باشه که به درد من بخوره با کمال میل کار میکنم، اما اینا بدونن عزیزانی که ترانه بر من میفرستن و فکر میکنن که من توجه نکنم، نه خیر توجه میکنم، اگر ارتباط برقرار نکنم که هیچی، اگر ارتباط برقرار کنم باید از من یک بودجه داشته باشم که این آهنگو ضبط بکنم که این بیاد بیرون بس. و این با آسونی میسر نیست سه.
روی این حساب است که مقدار کمکاریم به خاطر اینه که این موسیقی داره عقبتر میره و هیچ حمایت کننده‌ای هم نداره. حالا نمیدونم بعضی اوقات پیشنهادات میشه که کارهایی بکنیم دست جمعی که ما هیچ وقت نمیتونیم. حالا شما با توجه به اینکه ارتباط بسیار صمیمانه و تنگی و تنگاتنگی با آقای ایرج جنتی عطایی، آقای حدران و سرفراز، آقای شهریار قنبری دارید، آیا در مورد واکنش که شما از این دوست عزیز ما استفاده میکنید و هیچ ایرادی هم نداره؟ از کی؟ از همین دوستی که اشاره بودید. اونا تشویق میکنم. آه اوکی. و کار خوبه اونا تشویق میکنم. اونا اگه من کار یک ذره اینور اونور بکنم، اولین کسی شهردلان فرداش میرسه که آقا عواستو جمع کن. من آدم خوشبختم که چهار نفر بدون غرض به من حرف میزنن، شایار یا ایرج یا نه که به خاطر خودشون. بله. این کار درست نیست. من ترانه گرفتم با رو درباسی. بله. بسیار زیاد ترانه رو دادم بردران درست کرده برام. غلطایشی گرفته درست کرده دادم بیرون به اسم طرف. صحیح. توش چه میگم؟ اینه مسئله. چقدر جالب. آره نه آره. جالب. نه آره این چیزا اون حرفا آدمای حرفه‌ای اینجوری فکر نمیکنن. البته اونوریای مقدار فکر میکنن که چیزه، در صورتی که نه، اینا بزرگن در کارشان و در منششون هم بزرگن. بح. اگر یک هنرمندی بخواد که من بگم که من یک آهنگساز من باشم و هیچ کس نباشه که نمیشه زندگی کرد که. پس شما حالا ببینید آقای زنان، حالا ما که رسیدیم به این مرحله، من برای خواننده خودم، برای راستین من از داخل مثلا خواهش کردم، الانم میگم کسی اگه کار خوب داشته باشه برای این راستین عزیز، من با کمال میل کمک میکنم که این کار انجام بشه. بله. حالا آقای فرید زننده عزیز، با توجه به این نکته‌ای که اشاره فرمودید، باز هم باور شما به کسانی که از داخل ایران میان برای اجرای کنسرت ها در اینجا و ازشون استقبال میشه، این استقبال دلیلش چیه؟ چون کارهای نوآوری رو دارن باش رو رو هستن، یا اینکه مردم یه چیز تازه‌ای رو در مسیرشون قرار گرفته میخوام برم ببینم چه خبره؟ اونو شما این تعریفات شما یا چی؟ نه دارم سوال میکنم. شما مثلا اینکه میگه چیز جدید میاد، اینا ببین عزیزم، من دارم میگم آیا مردم اینجور فکر کنن؟ نه اجازه بده، نه اجازه بده. اول اینکه هیچ خط این وسط من قبول ندارم بین ایرانی اینور مرز و اونور مرز. بسیار عالی، بسیار عالی. این جواب اوله. بله. از نظر کاری اونایی که میان اینجا دارن میخونن، مثلا میان یک سالون بزرگ رو پر میکنن، دفعه دوم که میاد خالی میکنه. آها. این چیه؟ اون کارهایی که اجرا کردن تاریخ مصرف داره. صحیح. شما خواننده‌ای که 3 سال پیش، 4 سال پیش، 5 سال پیش اومده اینجا خونده، امون یک سال بعدش، دو سال بعدش اومد، همچین اتفاق براش نیفتاد. بله. تو چی میگم؟ بله بله. بعد حضورت عرض کنم که ما باید اینو در نظر بگیریم که خواننده‌ای که مثلا فرض میکنیم داریوش، ابی، نمیدونم موین یا هر کسی، بله، از اینا که هر سال در اینجا و فقط در اروپا و اینورا مثلا در سال 20 تا دونه برنامه دارن اینا. خب این برنامه باید موفق باشه که تا برنامه بعد تکرار بشه، برنامه بعد تکرار بشه. دقیقاً. پس این برنامه موفق بوده. چرا؟ به خاطر کارهای ماندگاری که ماها ساختیم برای اینا. اونا رو شما فکر کنید مثلا فرض کنید فلان خواننده رو بگو یک رپرتواری مثلا 25 تا آهنگ که می‌خونیم 20 تاش 15 تاش در بیار. بعد بگو برو بخون. و اعلامم بکنید که آقا این خواننده امشب این آهنگا رو می‌خونه. اینا رو دیگه نمی‌خونه. شما برو ببین که چند نفر اونجا می‌شینه. صحیح. اینا مثلا همه چی به هم بستگی داره. درست. اینی که من روبرو خواننده رو ببینم، من نسبت چی ندارم. خواننده‌ای که استقبال میشه من کیفشو میکنم. میدونی چرا؟ برای اینکه من ذاتاً میدونم که من موفقم. من اینجوری فکر نمیکنم که خواننده حالا چرا براش مردم دست میزنه. اون دست زدن 60-70 درصدش مال منو ترانه سرا و تنظیم کننده است. درست. مال اونا نیست. درست. اون ظاهر امره. متوجه چی میگم؟ پس شما باید از نظر مالی اگر اینجور نگاه کنیم، آقای فرید زنان، و در امریکا 40 سال زندگی میکنی، باید شرایط مالی خوبی داشته باشی. باشه. آره. شما حرف رو میخوایی بکشی در اون داستانی که باید از بکشی، بذار که من شروع کنم. بذار باید بگم. ببین از جان، من اولی که به دیتیل نمیتونم من صحبت بکنم. نه من، آقای بینندگان عزیز، من اجازه شما جلوتر از من حرف نزن، بذار من جواب بدم. نه
من میخوام به شما بگم که شما میگید که من میخوام شما رو ببرم به یک مورد دیگه. نه نه نه، این سوالی که میکنی سوال جالبیه. خب شما میگی آقا که وقتی میره خواننده که مثلا 20 تا برنامه در سال، مثلا این 4 5 تا خواننده 100 تا برنامه بالای 200 هزار دلار شب میذارن. بله. اوریج. درست. خب تو هم باید وضعیت زندگیت خوب باشه. خب ما اگر 1 دلارشو شما دیدیم، ما هم دیدیم. تا امروز. یعنی این ارتباط گوش بده جواب نه. بذار که من برات توضیح بدم قشنگ که دیگه چه نمونه. ما از سال 2007-2008 ما شروع کردیم با همکاران ما، شما برادر ما هستین، شما خانواده ما هستین، شما عزیز ما هستین. ببخشید ما کیا؟ ببخشید ما آقای اردنان سرفراز، ایرج جنتی عطایی، شهریار قنبری، فرید زولان، حسن شمایی زاده و آقای قمیشیان بود که بعد گفت من میخونم و اینا، خودش گفت من فقط هم با ابی کار کردم، با کسی دیگه کار نکردم. گفتیم باش، ما 5 نفر نشستیم که کارمون انجام بدیم. خب سالیان ساله. آها، برای ما جماعت اینه که طرف برد دادگاه، همین الان دار بزننش بیاد بیرون. نه اینجوری نیست اینجا. بله. اینجا اول اینکه موسیقی رو باید ارزشش بدونید که موسیقی صنعته. و استفاده کردن غیر قانونی از هر کسی از یک اثر هنری کرمیناله، یعنی جنایته. این تو فدرال محاکمه باید از بشه، اگر کیس باید از عرض و داد شروع بشه تو فدرال باید از انجام بشه. و در فدرال بسیار مشکله. به خاطر چی؟ به خاطر که شما تمام مدارکت آماده باشه که اونجا میری، در ظرف یک سال شما فایل میکنی همون تاریخ مطابق به سال گذشته که شما چیکار بر سال آینده شما باید از نتیجه بگیری. درست. ما در 19 سال گذشته ما با همکاران ما نشستیم بدفعات با دونه دونه شو. منظور از همکارا؟ آقای داریوش، آقای ابی، خانم گوگوش، آقای موین و یکی دو نفر دیگه. ما صحبت کردیم، گفتیم آقا جان این داستانی که شما انجام میدین این غیر قانونیه، ما اگه بریم سراغتون شما اذیت میشین، ما باید از کلی پول وکیل بدیم، این مخارج بسیار زیادی داره و شما باید پول وکیل فردا بدی به جواب ما، بیاین این مسئله رو حل کنیم. خلاصه ما را چرخوندن در حدود تا سال 2016. صحیح. از 7 تا 2016 چند سال میشه؟ حدود 8 سال 9 سال میشه. بله. مثلا یک خواننده بر ما نامه مینویش که خوب حالا شما حق داره، حالا ما اگه راده میکنیم 50 دلاری به شما میدیم. یعنی خودش که 150 تا 200 تا شب ور میداره میره خونش، میخواد 50 دلار به ما بده. البته این رقمایی که من میگم این رقمایی است که باید ثبوت بشه. میدونی چی میخوام باید بگم؟ ممکنه زیادتر، ممکنه کمتر. صحیح. حالا ما دیدیم که نه، اما من در این زمانی که من چون در لس آنجلس بودم من دنبال کار هستم. صحیح. یعنی آقای عطایی، آقای سرفراز و دیگر دوستانی که اینجا هستن خب کمک میکنن، آقای قنبری، آقای شمایی زاده یا هر کس دیگه. آقای شمایی زاده در دبی با من بود. با. چون در دبی ما جلوی کارا رو می گرفتیم اونجا. با. در اونجا کل خرج کردیم اونجا. ما دیدیم که نه، اینا همین جور میگن حالا فردا میایم، اون پس فردا میانو با وکیل صحبت کنیم، حالا این برنامه رو بذارین برنامه بعدی. این داستانه چه یک میگفت آقا این فلانی چرا میگه ما نمیدیم، بگم میدیم، کی داده کی گرفته. همین خواننده کریس میبرم. حالا من چیکار کردم؟ گفتم آها، تو باید از کارت که درست باشه، البته با مشورت وکیل، و ما با وکیل همینجور خرج میکنیم. بله. از اون موقع تا الان خرج میکنیم. صحیح. هر جلسه که میشینیم آقا میگه 500 دلار بذار زمین. اوکی. حالا ما چیکار کردیم؟ تمام آهنگایی که داشتیم که من البته اکثرا شماره خودمو ثبت کرده بودم قبلا، از همکارهای دیگه که نکرده بودن، تمام اینا رو به ثبت رسوندیم آماده و حاضر. کپی رایت. بله، کپی رایت. گرچه در جلد و در تمام جا اسم برده شده که مثلا فلان آهنگ مال فلان کس، شعر مال فلان، داکیومنت. بله. اینا که سر جایش، اونها ارزش کپی رایت. ده. کپی رایت که داشته باشید در تمام جهان قابل قبول. قابل قبول. یعنی اون کسی نمیتونه بگه نه. و اون یک بارکد داره.
این بارکد میزنن تو کامپیوتر میزنن بله اینا آهنگ مال فرید زولاند شعرش فلان کس گفته اینجوری نه 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 تا تمیاد اوکی بله حالا ما دیگه مجبوریم که دیگه مجبور شدیم البته که این کار باید از انجام بدیم چون ما باید از یک بار با واقعیت هنری باید از برخورد بکنیم برای اینکه امون جوانی که در ایران زحمت میکشه میره درس موسیقی میخونه میره درس کار میکنه سیامش مینویسه ترانه میگه میاد یه ترانه رو یه آهنگ دست خواننده میدن که اصلا نه سواد داره کوکش میکنن صدای بزشو دارن درست میکنن بعد این میره در فلان جا میخونه یک دلار هم به اینا نمیده من یک چیکار رو میخوایم ماها بکنیم این جمع که نهادینه بشه برای این که تمام این موسیقی نجات بده اون موقع این مثل لوکوموتیو میچرخه آقای فریدزون اشاره کردید که شما به آقای حسن شمعی‌زاده عزیزانی که میرفتن اونجا کنسرت بگذارن اصلا آثار شما رو اجازه نداشتن بخونه؟ نه اجازه ندارن بله نه اینو دارن بله. میگن که آقای این آهنگ و که آقای فلان مثلا فلان خواننده یا خانم فلان خواننده خونده خب اینه مگه از شما نخریدن؟ نه ایشون از ما نخریدن نه نه حالا سوال من اینه الان این اسامی که شما نام بردی بله اینا هیچ کدوم از آثاری که شامل شما و آقای شمعی‌زاده و آقای قنبری و آقای قنبری آقای اردن سرفر از آقای ایرج جنتی حتی اینا رو نمیتونن رو صحنه بخونن؟ نه ببین عزیز من اینا بخونن بخونن ما بخونن ما حرف نداریم وقتی که میان تو دادگاه تمام کنسرتاشون اونجا باید ارائه بدن که ما کجا برنامه گذاشتیم چی سالونه بوده چقدر پول گرفتن اونجاست که میگن اینا مثلا این خیلی پیش پا افتاده است این حساب کتابش وینیو رو حساب میکنن بلیت چقدر بوده اینا دو تا کالکولیت چقدر دیگه این زمان میبره این زمان فکر میکنم که نهایتش دیگه یک سال و سه چهار ماه حالا اگر دوباره در حد این فاصله یک سال دوستان از شما بخوان که دوباره اون دیگه به ما مربوط نیست ما یک کاغذ دادیم به وکیل آها دیگه ما شما که با اونا وکیلش بشینه با اونا قانونی هر چی که عقل ما نمیخوایم که فردا مثلا خواننده میفرمودن که آقا حالا من میخوام بشینم با شما صحبت کنم یه چیز من بدم به شما دیگه من نگین که من بیا این امضا کن بگم آقا تو چه کاری این آهنگ هستی که ما تو امضا نباید بر ما دستور بدی ما میگم آقا این آهنگ در اختیار توه برو بخون مگه بعد میگیم این آهنگ شما 100 دلار میگی میگیری 30 دلارشو بدی برای آتوراش بدی 70 شو ببر خونه این دنباله اون 30 دلاره انوزم حالا نگاه کنید که چی میخونن کارهای ما دیگه وجود نداره دیگه اگه هست هم خیلی جسته گریخته یه چند تایی اونم به خاطر خالی نبودن عریضه است من که کار نکردم و نمی کنم من خواننده جدید دارم میارم با سیستم جدید میارم که وقتی رفت اون بالا عق آتورش عق شاعرش آهنگسازش رو بدون حالا خیلی قشنگ اشاره کردی حالا با توجه به این که الان مثلا عرض بکنم خواننده‌ای که شما بسیار پشتوانه بسیار خوبی مثل راستین هست یا خواننده‌های دیگری فرض بفرمایید منصور فرض بفرمایید عرض کنم که خواننده‌هایی که الان فعال هستن شما اگر آثارتون رو در اختیارشون قرار بدی آیا اینها جز اون قرارداد جدید خواهند بود که درصدی رو بعد به شما بپردازن دقیقاً ما دیگه اون سیستمه اون سیستم به اصطلاح شایار عقب افتاده رو ما مثلا قبول نداریم مثلا خواننده درسته که صدای قشنگ باید صدای قشنگ داشته باشه مثل زمانی که یک نوازنده گیتار خوب میزنه یکی بد میزنه اینی که میاد بد میزنه میگه آقا تو برو کنار اون بیاد بزنه خوب میزنه اون نگم نه یه دونه بهترشو پیدا میکنه اون گیتار سازم شامل اون مزایا میشه نه 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 اون نوازنده یک مسئله دیگه است روی اینا اثر روز میکنه که اینا ضبطشون زیاد نه شد. نه منظورم این که فرد فرمایید آقای راستین بله که حالا با شما یه قراردادی رو بستن بله. یا همین آقای منصور با شما یه قرارداد بستن آیا منصور وقتی بله. بده رو استیج نه 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 اینجوری نیست اصلا اجازه اون قرارداد اینا یه چیز دیگه است چیز جدا نه حالا شامل مزایا میشه یا نه اجازه بده مزایا مثلا این یه قانونه مثل از این میمونه که شما باید از هر سال باید بری ماشین تو رجستر کنی درست خب درست رجستر نکنی چیکار پلیس میگیرن دستبند میزنن میگه آقا ماشین رو ببره درست اوکی. این یه قانونه این شامل اینه که خواننده با من قرارداد داشته باشه یا نداشته باشه نیست وقتی آهنگ منو میخونه
شعرش ترانه سرا رو میخونه، از مغز اینا استفاده میکنه و میره اونجا پول در میره، باید اقینا رو بده که اونم قانون تعیین کرده. توجه چی میگم؟ پس دیگه روش نوعی من دیگه نیست. نمیتونم بشینم با خواننده همکارم، ما گفتیم که بشینیم برادرانه حل کنیم این مسئله رو، اما دیدیم نه، جریان جور دیگه است. طرف میخواد ما رو، حالا ما در استخدام اون در اومدیم که ما رو بگه چقدر میخوام بدم، شما ما رو مجبور نکنید که این قرار دادم از چی خیلیشون همین الان خیلیشون فکر میکنن اصلا دنبال کار ما، تمام کارا رو داریم انجام میدیم. یعنی شما فرد فهمی یک ثانیه شما مس نمیکنید؟ نه، یعنی تمام کنسرت ها شما موزیک ویدیو هر در هر قصبی که خوندن، یعنی حتی مهمونی خصوصی هم بخونم؟ نه، مهمونی خصوصی رو ما نمیتونیم دنبالش بیدیم، فقط کنسرت. آره، کنسرت اونو میپرسیم. مثلا مهمونی خصوصی، مثلا فرض میکنیم آقای موین میره، میگه آقای موین شما در سال شما برنامه خصوصی چند تا رفتین؟ حالا اگه 50 تا رفته باشه میگه 20 تا رفتم. میگه چی میگم؟ اینه که من حتی یکی از این خواننده به من پیشنهاد کرد، گفت آقا ما یه پول به تو میدیم سالیانه، پول خیلی خوب بود من بود. گفت بهت میدیم، تو برو پی کارت ول کن، چون دیده بودم که من دنبال کارم. مغز متفکرشون آمد به من گفت آقا بیا اینجا بشین، اینو برو تو چی کار داری با اینو؟ به من گفتم تو میخوایی من مثل تو بشم؟ من همکارم فراموش نمیدم. به حال امیدوارم که طرفین متوجه شد چی؟ بله متوجه شدم، ولی پیشنهادات شما رو من قبول نمیکنم. ولی امیدوارم که طرفین به یک مرز توافق، نه ما با یک امید دعا کن که همه مرز قانون برسن. امین. به در پناه قانون، در پناه قانون همه حمایت بشن انشالله. آقای فرید دولان، شما خاطرات بسیار زیادی با خوانندگان خیلی ازم حرف کشیدی امروز. خب ناچار بودم حرف بکشم. آره. آقای فرید دولان، با خواننده‌های بسیاری شما کار کردید، خاطرات زیادی دارید، یک ارتباط نمیدونم چه جوری بگم، من همیشه در سوال با هایده داری یه ارتباط بسیار زیبا و عارفانه با هایده داشتیم. هایده افتخار ملت ایرانه. افتخار منه که برایش آهنگ ساختم، برای اینکه هم منشش داشت بر منی که آهنگساز، برای شخص خودم. هایده امروز کسی هستش که وقتی که در جایی که مریلین مونرو رو دفن کردن، هایده در اونجا هست، خانم مستی هم اونجا هست، خانم هایده ویزیتورش از خانم مریلین مونرو بالاتر رفته. و سال یک بار در اپریل در محوطه اونجا یک برنامه یادبود میگنم برای هایده، از سوی دولت کالیفرنیا، دولت کالیفرنیا، استیت کالیفرنیا. بعد اون که تصویب کردن که به زودی در واک آف فیم هالیوود بلوارد که بزرگترین هنرپیشه و هنرمندای دنیا وجود داره، هایده اونجا اسمش با فارسی و انگلیسی خواهد زده. چقدر زیبا. و این چیزیست که این خیلی، یک برنامه هم چند وقت پیش برای آقای ستار برگزار کردن که بله، تقدیر کنن از 50 سال زحمتی که در موسیقی خواندن و اینا، که بسیار هم برنامه خوب بود و این برنامه رو ادامه میدن. الان شنیدم که شوره دوست عزیز و شفیقمون، رفیق شفیقمون، اومده تو شهر و مثل که برنامه داره تو یکی از سالن‌های خیلی خوب برای روز مادر، برای یازده ای اومدن الی بالاخره. خب خوش اومدن، خوش اومدن. آره، میبینی که الی یه ذره خوشحال میکنه، حال میکنه اینا. بعدش هم چیز برنامه داره و بسیار خوش. قبل از اینکه ما به جمشید علی مراد بپردازیم، من می‌خواستم ازت خواهش کنم که وحید جان اون روزهای مال مربوط به هایده، زندگی هایده، روزهای روشن هم از سال 1980 نوشتم. 1980 یعنی درست 40 سال پیش. حکایت آره اون سال و امسال و سال آینده هم دوخته شده. این که بگم مصرف چی تاریخ مصرف نداره، اینه. آیش جورا
باشا واقعا. ترانه از اردلان سرفراز با زنده یاد با تنظیم های زنده یاد آندرانیک آندرانیک. جانم شما الان با چه عزیزانی مشغوله؟ آیا سینگر هستین تکتا؟ آره یکی دوتا کار با ستار دارم کار میکنم دیگه، حضور ترس کنم که با منصوری که دوتا کار میکنم آره، برای راستینه که دوتا کار دارم و یک خواننده بسیار درجه یک. به به از الان بهبه شو بگم تا مردم خودشون بهبه بگن. ایشون خانومن یا خانوم هست؟ خانوم سن نداره اونجوری، اما میخونه، آمد جلوم خوند همینچه ماتم برده بود جدی به جانت و اینقدر دوست داشتم خوندنش. خودش انسان خوبیه و بسیار خوشه، قدرت صدای همچین. ساکن لس آنجلس هم؟ نه، قراره که بیارمش. قراره بیارمش. بله. یعنی آینده آینده ایشونو چگونه می‌بینی؟ آینده‌ش یکی از درخشان‌ترین ستاره‌های موسیقی ایران خواهد بود. شما شهریار قنبری و زنده‌یاد آندرانیک در ارتباط با هلن خیلی زحمت کشیدید و معرفی کردید. بله. این همکاری خیلی هم خوب درخشید. بله. خیلی خوب درخشید. خانم هلن دیگه شروع کرد درخشیدنش گرفت. نه خب میشه که ایشون از شما انتظار داشت که چی؟ موسیقی های یا موزیک شش و هشت در این ردیف ها نزمه. نه نه ایشون این چیز رو نداشتن. ایشون که البته یکی از بهترین خواننده هاست که من کار کردم، اما ایشون خودش رو نمیشناسه. اگه خودش رو میشناسه یعنی قدر خودش رو نمیشناسه؟ نمیدونه. ایشون خواننده سالون خواننده است که در استیجای بزرگ باید بخونه. من و آندو اصلا این فکرها رو داشتیم. تنها من و آندو و آقای قنبری نبودیم، آقای عطایی بود، آقای اردلان سرفراز بود و کسای دیگه بود که برای ما کار تهیه میکردیم که این خواننده که با ارکستر 30 نفره برنامه اجرا بکنه چه چیزی. بعد ایشون دوست داشت که مثلا برنامه برمترو بره و برنامه عروسی بره و رقص و مغص و این چیزا و اینا. دیدیم که نه ما نمیتونیم با این ادامه بدیم و گفتیم شما برو پی کارت. و من بسیارم دوستش میدارم، خیرم دوستش میدارم، تا از این نظری که خودش رو نمیشناسه خشمگینم ازش. و یعنی فکر میکنید اگر خواننده ایشون... وقتی کمکاری نکنه دیگه. چند تا خواننده مثل هلن این اتفاق براشون افتاده آیه؟ خیلی هستن، خیلی هستن که خیلی خوب میخوندن نتونستن خود نگه دارن. همه خواننده‌ای که مثلا صدای آنچنانی هم ندارن خودشون همینجور نگه میدارن با روابط عمومیشون، نمیدونن با پشت کارشون، نمیدونن با فلان اینا، خب هستن مدتی. اما مسئله که هست اینا این که خواننده بسیار. آخه چی میشه که اینا با توجه به این دیگه باید از تو مغزش بدم که نمیتونم فدای تو بشم. شما مگه میتونید تو این مغز یک نفر بری که آقا تو چرا این کارو میکنی؟ خب به هر حال رفتارش و این فکر میکنه اینجوری بیشتر زودتر به پول میرسه دیگه. این مسئله پول بدبختشون کرده. نمیشینه که بیاد کار با اعتبار بکنه، پول درست بگیره و کار درست ارائه بده. تو وقتی کار ارزون تمام میکنی خب ارزون هم باید بگیری. ایشون ما رفتیم مثلا برنامه گذاشتیم، نمیدونم یک سری آدم دعوت کردیم، یک برنامه درجه یک آلبوم، دو تا دونه آلبوم در حدود مثلا 100,000 دلار، بیشتر از 100,000 دلار خرج کردیم. ایشون رفته مثلا پنهان از ما مثلا تو گلندل تو یک سالونی مثلا شب کریسمس مثلا برای 100 نفر 120 نفر میخونه که 3,000 دلار پولش میگیره. نشد. شما در کارنامه‌تون با مارتیک همکاری بسیار داشتیم؟ نه من 4 تا 5 تا کار بیشتر ندارم. مارتیکو هم آهنگسازیشو دوست دارم، هم خوندنشو دوست دارم، خواننده خوبیه و من 4 تا 5 تا 4 تا کار براش دادم. حالا چه خواننده های آقای فرید زوران در نیمه راه آیا فکر میکنین همون مسئله شهرت یا اطرافیان سبب شکستشون میشه یا اینکه غرور به طوری برای اینا رخ نمی کنه یا خودشیفته میشن یا بعضی ها واقعا؟ خب این تمام این اتفاقات برای هر خواننده که نمیتونم بگم، برای بعضی ها که این شخصیت های آنچنانی دارن اینجوری اتفاق میفته. خب الان خیلی از این خواننده ها خانه نشین شدن، یه روزی بسیار رو همه استیجا کار میکردن، یه غرور کاذبی بعضی هاشون رو گرفته الان؟ آه خیلی در وقت کار نمیکنن
نه نه یه غرور کاذبی اصولا اینا رو گرفته، یعنی حالا چه تماسی باهاشون بگیری یا نگیری، یک حالت عجیب غریبیه. یعنی این سکوتی رو که شما در مورد بعضی از اینا میدیدین در گذشته نمیدیدین، این همون خودشیفتگی. اینا با اینکه سکوت کردن باز قیافه میگیرن؟ یعنی اینجوری چی منظورت چیه؟ دقیقاً یعنی همون غرور و تو کجا میگیرین قیافه رو؟ کسی نمیبینشون. آخه سوال عجیبی میکنه. کلا مکالمه‌ای که آدم مکالمه‌ای که با هم برقرار میکنه خب احساس میکنه. شما بهش برخورد نکردی، الان شما یک دور من مثال زدید. الحمدلله با من از رفتارشون خوبه. خب گفتین که کارهایی که ارائه دارید یکی شما نگاه کن، مثلا یه دوست همکار عزیز ما از جمشید علی مراد با. سالیان سال این یک گروهی داشت تو ایران اون موقعی که بلکست بود و جواها و اینا، و امروز میخونه تو چند تا یکی دو تا برنامه دیدم به جا میمون بودیم اینا خون کیف کردم از بس این تمیز میخونه این خوب میخونه. و یک سری از ایرانیان عزیز که ما گفتیم یه ذره گلام کردیم ازشون که سپورت میکنه، یک برنامه برپا کردن برای آقای جمشید علی مراد در بلر دیگه بهترین جایینا که ایرانی ها بیان و با این آشنا بشن و از مردم پذیرایی بشه و که اینو ببینه که نه همه مردم ورود آزاده. نه آره ورود مثل که آزاده اینا بره. البته اخبار اینا شما من چیزش ندارم اینا بره. مثلا میتونن بده همه قد که اطلاع رسانی کردیم آره. خیلی ممنون. یه قدردانی است یک آدمی که مثلا میتونه خوب سالیان بخونه سال باز هم چند تا کار زیبایی بخونه. بسیار انسان درویش خوبیه. بسیار بسیار به خاطر اینکه بلد کارشون. بله من قبولش دارم. بسیار خودشو نمیگیده، این از اونایی که خودشو نمیگیده. خب با تو خوب ابزده همه با من خوب سوال میکنم، اما کراواتت منو کشته. بفهم نه باشه به تو میاد. خب بریم به آخر برنامه رسیدیم. از رهی خواهش میکنم، درسته وقتی همه ولی راستین نرسیدیم بهش، اشکال نداره برنامه دیگه. مرسی با اوکی خیلی من خیلی آقای وحید عزیز از شما تشکر. آقای فرید خان خیلی خوش آمدید. از کارگردان عزیزمون تشکر. آقای وحید فیاضی. آقای وحید فیاضی. آقا خیلی ممنون. بینندگان عزیز خیلی سپاسگزارم که نظرگر برنامه بودید. انشالله بازم در فرصت دیگر با این آهنگساز توانای صنعت موزیک کشورمون صحبت کنیم. خیلی سپاسگزارم. از شما هم سپاسگزارم. بازم منم تشکر میکنم از دعوت شما. مرسی. از لطف شما بعد از وقتا صحبت کردیم یه روشنی یه جای انداختیم، امیدوارم که خورده بر ما نگیرن لخیم. و متوجه باشن که کار از کجا درست از کجا خرابه. خیلی ممنونم. خدا نگهدارشون. دستم یه نگاره من زدم